و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان خوب و صمیمی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام که بیننده برنامه احکام شاعر هستین. آرزو میکنم که هر جایی که هستین روزگارتون حسینی و قلبتون سلیم باشه. ما جلسه گذشته پیرامون بحث زیارت و ثواب زیارت امام حسین علیه السلام صحبت کردیم. روایت بسیار زیبایی رو حاج‌آقا تو برنامه مطرح کردن و به هر حال برنامه نیمه تماممون موکول شد به این برنامه که قراره تو این برنامه ادامه مباحث گذشته رو در خدمت شما باشیم با کارشناس خوب برنامه حاج آقای آخوند. حاج آقا سلام علیکم، به برنامه خوش آمد. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقه قولی. صدق الله العلی العظیم. در ادامه بحث های کیفیت زیارت امام حسین و ثواب زیارت های شبها و روزهای ایام هفته بیان شد در باب فضیلت شب نیمه شعبان، شب قدر، که رسیدیم به این مقطع که از بطران العرش صدایی میاد، این کسی که امشب زائر امام حسینه، قد غفر لمن اتا قبر الحسین. یه روایت دیگه هست، شما مربوط به روایت قبلی هیچ قیدی نزدن که حالا اون شخص زیارت مقبولهی داشته باشه نداشته باشه، شخصی باشه با حال شرایط خاصی براش گذاشته باشن، یعنی اینقدر این باب واسعه که همه آقا با ملاحظه بلکذب و به ما لم یحیطو به علمه میخوایی باشه یا اون رو ملاحظه نمی کنید؟ اگر واقعا بخوایم ملاحظه کنیم در اندازه ظرف و مظروف خودمون بگیم چه اصراری هست ممکنه ذهنیت بعضی از جوانها و بینندگان این مسئله باشه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، خدا از فضل خودش یه سری خصوصیات رو به بعضی کسا داده، به بعضی از موجودات داده. همین شخص این مسئله رو اگر منکر باشه، حالا من این سؤال رو تو سؤال دیگه مجبورم جواب بدم چون سؤال شما خیلی زیبا بود، همین شخص نمیتونه یه روزی بشینه بیاد بگه که خدای تو چرا به این خورشید نور دادی یا گرمان دهیدی یا حالت رشد به خلاصه خزندگان و چرندگان رو این نور برای چی؟ میتونه اون حکمت الهی و عدل الهی دیگه بیاد یک شخص بخل ببرزه که چرا صدای قشنگ رو خدا به بلبل داده؟ من اصلا کاری به اهل بیت ندارم، حالا یه بحث عقلیه. این جوان نشسته اون دارم باهاش صحبت میکنم، میگه این جاذبه رو خدا چرا به زمین داده؟ من حسودم به خاطر اینکه چرا خدا تو این جاذبه رو به زمین دادی؟ چرا این قشنگی و این زیبایی رو به خورشید دادی؟ این قشنگی و این زیبایی رو به طاووس دادی؟ حالا نسبت به گونه‌های مختلف مخلوقات. خب در میان این چراهایی که اصلا قابل چرا نیست، چرایی نیست تو ذهن، خب یه گروهی افرادی رو خدا انتخاب کرده یه سری فضائل بهشون داده. حالا زیبایی رو به حضرت یوسف داده، یه نفر بیاد پیدا بخواد این جز بخل چی میتونه دیگه باشه؟ حالا شاید خورشید رو شما فرمودین که حالا یه شخص بیاد بگه چرا خورشید نورانیه، خب شما خورشید کاری نکرده باشه، خداوند متعال این عنایت رو کرده، می خورشید هم گرم هم نورانیه، ولی خب ما طبق اون مطلب معروفی که امام حسین چون تمام زندگیش رو در راه خدا داد، بحال به واسطه این کار خدا عنایت مضاعفی رو داشته باشه، شاید از این باب بتونیم برسیم. این بحث، این بحث روایی قبول داریم، اما بحث عقلانی ما داریم میکنیم، ما هنوز به بحث اصلا شرعی وارد نشدیم. یه بحث عقلیه که این جوان آیا تو این چراها میتونه اصلا این چراها رو تو ذهن خودش بپرورونه؟ نه. خب یه سری افرادی هم هستن، بله بعد میاد قصه اون چرا که من در راه خلاصه خدای خودم دادم، در مقابلش خدای من خلاصه ازلی و ابدی یه چیزایی رو به من مسلما خواهد داد، اونم عقل قبول میکنه. علی ای حال میخوام بگم که چه اصراری هست نسبت به شنیدن چنین فضائلی و شخص بیاد منکر بشه، نه آقا این حرفا چیه، یعنی چی این حرفا چیه؟ آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قسیم الجنت و ناره، خب یک سری الان ملائکه ها هستن اینا قسیم الجنت و ناره، خب همون برکت رو خدا به علی ابن ابی طالب داده، چه اشکالی داره؟ ببینید اینا همه زوایای کور تاریخ ها تو ذهنیت ها. حالا یه مثالی من عرض بکنم، الان تو یک لحظه میکائیل میتونه خودش رو تو تمام عوالم هستی نشون بده، عزرائیل میتونه تو تمام عوالم هستی خودش رو نشون بده، کمان که روایت داره که از آقای امام صادق سوال کردم آقا چطوری تو یه لحظه تو مدینه جان میگیره تو همون لحظه مثلا تو دورترین؟ آقا فرمودم که شما حساب کنید هزار تا شمع روشنه، یه باد میاد، یه هوایی میاد، یه نسیمی، همه رو خاموش میکنه، یکیه.
اما خب همه رو تو یک لحظه خاموش میکنه، این اشکال داره؟ نه. خب چطور ما اگر بگیم تو یک شب آقا علی بن ابی طالب روایت داره تو یک شب تو یک ساعت حضرت سلمان گفت خونه من بود، ابو ذر گفت خونه من بود، مقداد گفت خونه من بود، خیلی از صحابه گفتن خانه ما بودن، خدمت آقا رسیدیم. خب این حرفو اگه یک نفر بشنوه میگه آقا یعنی این چی؟ چطور این یعنی چی تو قصه میکائیل و عزرائیل و جبرائیل و عوالم بالا این چرا نیست؟ اما به مجردی که قصه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین میرسه این چراها میاد، جز شیطان و وسوسه شیطانی چیز دیگه نیست. چون اینا جا تو اس ام اس هایی که ارسال شده بود موجود بوده این سوال ها، و خیلی وقتا من و همکاران خوبمون وقتی میشینیم سوالات رو که ارسال میکنن رو چک میکنیم، به هر حال اینا یک وقتی تداعی میشه تو ذهن من، سوال میکنم که شبهات رفع شده باشه. از بحثمون دور نشیم آقا، من اصلا قصدم این نبود که از بحث نه اشکال نداره شما سوال بکنید، ما حالا به فراخور وضعیت خودمونم که چیزی نداریم، اون چه که هست قرآن و اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. قال ابو عبد الله، روایت بعدی، من زار قبر الحسین الله اکبر لیلت من ثلاث، یکی از این سه شب را من، هر کس، حالا شما بگید این من چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ باز برمیگردیم به همون مسئله اول، اجازه بده دیگه ما بازش نکنیم، چون دیگه بعض وقتا به بخل بعضی از افراد یه مقداری هم باب الحسین اوسع رو مطرح کنیم دیگه. آقا فرمودن که من زار قبر الحسین، کسی که قبر حسین علیه السلام را لیلتا من ثلاث، یکی از این سه شب زیارت کنه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، یه برکاتی داره تو زیارت امام حسین، من نمیدونم حالا، بازم اصرار، ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. باز ببینید اینجا شیطان همین الان میاد وسوسه میکنه، اجازه بدید من یه مقداری ریز کنم مطلبو. شیطان میاد میگه آقای بیننده این برنامه ببین روایت امام صادق چی میگه، میگه ما تقدم و ما تأخر، یعنی هر چی گناه کردی گذشته میامرزه، و هر چی هم که هنوز انجام ندادی گناهان آینده، گناهان، پس گناه کن، پس گناه کن، معصیت کن، کنار میز قضا بنشین، آماده شد داشته باش. واقعا امام زمان این مسئله را از من شما خواسته، این حقد و کینه شیطانیه تو وجود من شما که نمیگذاره این مسائل تو ذهنیت‌های جوانای ما متبلور بشه. چه کسی گفته آقا برو گناه کن بیا زیارت بکن؟ این گناه بکن رو در هیچ جای روایت ما نداریم، دنیا منافات داره با بحث زیارت. خدا قابلیت بخشش گناه رو به این شخص میده که اگر چنانچه باز شیطان سر به سرش گذاشت، گناهایی که ناخواسته اون شخص انجام، گناهایی که ناخواسته و باز خواست توبه کنه، این زیارت قابلیت انعطاف و روی گردانی از گناه به سمت سوی جاده حق رو به این شخص میده. قلت ایل لیالی جعلت فداک، اون سه شب کدوم سه شبه؟ سه تا شبه که اگه کسی زیارت کنه غفر الله ما تقدم و ما تأخر. آقا فرمودن که لیلة الفطر، شب عید فطر، و لیلة الاضحى، شب قربان، و لیلة النصف یا نصف من شعبان، شب فطر، شب قربان و شب نیمه شعبان، تهذیب شیخ طوسی جلد 6 صفحه 49 به بعد. میخواد به من شما قابلیت‌های معنوی زیارت قبر امام حسین سلام الله علیه را به من شما نشون بده. نمیدونم غیر از این مسئله دیگه میتونیم دیگه چیزی داشته باشی یا نه. وقت داریم من یک روایت دیگه هم بخونم؟ ما 2 دقیقه وقت داریم آقا، یک سوال دیگه هم داریم، مدیریت وقت رو به خودتون واگذار میکنیم. یک روایت داریم در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 6 صفحه 51 مراجعه کنن آقایون. این روایت رو یه مقداری دیر هضمه، ما یه غذاهای زود هضم داریم، یه غذاهای دیر هضم داریم، نیاز به توضیح داره، نیاز به توضیح داره، باید فکر کردن. بله ما این مطلب رو با توضیح انشاءالله تا وقتی به ما اجازه بده. یه سری شرکت های هستن اینها سرمایه گذارن، توی تبلیغاتشون هم خب یه سری امتیازاتی رو میدن. شرکت 1، 2، 3، 4، 5 رو من مثال میذارم. شرکت 1 میگه تو بیا مبلغی رو بگذار من 2 امتیاز بهت میدم. یه شرکتی میگه من 3 امتیاز بهت میدم. خوب دقت کنید. یه شرکتی میاد میگه من 4 امتیاز بهت میدم.
شرکت آخر میگه من به 10 امتیاز میدم. مسائل شرعی رو در نظر بگیریم، حالا نه حالا سهامی رو میفروشه، بله اون شک و شبهات دفع بشه، کار به اون مسائل نداریم. آدم عاقل تو کدوم یک از این شرکت ها سهام؟ قطعا گزینه 5. قطعا عقلی. بسم الله. یه روایت جامع داریم در کتاب تهذیب الاحکام جلد 6 مجددا صفحه 51. قال الصادق علیه السلام من زار قبر الحسین علیه السلام لیله النصف من شعبان، نیمه شعبان، و لیله الفطر، خوب دقت کنید دقیقه ها، و لیله عرفه فی سنه واحده، یعنی تو یک سال شما 3 مرتبه زیارت امام حسین بری، نیمه شعبان، شب عید فطر و بگذره برسه به ذی‌الحجه و شب عرفه. خوب دقت کنید شب عرفه اون شبیه که خیلی نگاه های خدا به صحرای عرفات ها، خوب دقت کنید، دقت داشته باشید که حالا یه روایتشو بعدش هم انشاءالله بیان میکنم. اگر تو یک سال نیمه شعبان، شب عید فطر و شب عرفه به زیارت امام حسین سلام الله علیه تو امن پشت سر هم تو یک سال، تو یک سال باشه، فی سنه واحده، کتب الله له، خدا براش این امتیازا می‌نویسه، الف حج مبروره، خدا براش 1000 حج مقبوله می‌نویسه. باز ممکنه آدم بخیل بگه چرا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خب از اون حاج آقا دو تا روایت رو در قبل از اینکه میان برنامه رو بریم مطرح کردن. یکی اینی که فرمودن که در شب عید فطر، عید قربان و نیمه شعبان این زیارت ها ثوابی داره که ما اگر اون زیارت رو انجام بدیم گناهان قبل ما و گناهان بعد ما آمرزیده میشه. و ما رسیدیم به این روایت که حاج آقا فرمودن اگه تو یک سال ما بتونیم زیارت نیمه شعبان، عید فطر و زیارت شب عرفه رو درک بکنیم، اینها به صورت متوالی تو یک سال ثوابهای بسیار زیادی رو خداوند متعال برای ما در نظر میگیره که ما میان برنامه رفتیم ادامه این بحث رو در خدمت حاج آقا خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتتون، من برای اینکه مطلب رو تمام بکنم یه خط دیگه مونده، یه مطلب میان پرده ان صحت تعبیر عرض بکنم. این که در علم کهکشان و نجوم ثابت شده که هر شبی یک نور خاصی داره، هر شبی از شبهای سال نور خاصی داره، این ثابت شده، این مطلب اصلا اثرات وضعی خاصی داره، بله در نجوم هست. بله. هست. چه خصوصیتیه که نور شب نیمه شعبان و شب عید فطر و نورانیت شب عرفه، این سه تا نور رو بگید تو یک سال جمع شده، زوم شده در زیارت زائر امام حسین در کربلا، این چه اثر بخشی داره؟ این یه بحثیه که اینایی که تو این علم یه مقداری خلاصه تحقیقات دارن برن از نزدیک این بحثا رو کشف کنن. اما امام صادق من و شما میفرماید کسی که سه تا زیارت در سه شب با این سه تا نور کهکشانی که آثار وضعی داره زیارت بکنه امام حسین و قبر امام حسین سلام الله علیه، خدا چند تا برکت بهش میده. بازم از گرم مسئله بخل رو باید بذاریم کنار و الا غیر قابل درک این مسائل. یک، خدا 1000 حج مبروره. چقدر اعمال داره، چقدر حرکات داره، چقدر سکنات داره، چقدر آمده شد داره، تا اینکه یک عمل به نام حج با شرایط به تمامی و کمالهی مورد قبول ذات احدیت قرار بگیره و بتونه با خودش ببرته، با خودش ببرته. و الا این آقایون، این خانمایی که میرن به زیارت از اطراف و اکناف، واقعا تمام این حجاجی که میان حجشون صحیحه؟ اما اکثر الضجیج و اقل الحج. اما روایت برات بخونم انشاءالله، هر کس که به زیارت قبر امام حسین میاد تمامشون به اکملشون زیارتشون قبوله. اصلا یک فرق ماهویه بین زائر خانه خدا و زائر قبر امام حسین. خدا میفرماید که کتب الله، براش مینویسه، خدا براش مینویسه. کتاب کسای دیگه ها، ملائکه ها باید بنویسن. این قصه نه، این قصه خود خدا.
چون تو قصه امام حسین خدا دخیله، یعنی خدا مستقیما وارد این معامله شده با اشخاص، وارد این معامله بیع و شرا شده با امام حسین سلام الله علیه. تتولى الله له الف حج مبروره و الف عمره متقبله، هزار تا حج هزار تا عمره. خب هزار تا حج واجب تو یک سال انسان یک حج نمیتونه بره ها، معلوم باشه هر سال یک حج بیشتر نمیتونه بره. خب این هزار تا حج یعنی چی؟ یعنی هزار سال رو باید در نظر بگیریم دیگه. و هزار عمره متقبله بالاتر. و قضیت له الف حاجه من حوائج الدنیا والآخره، برای یک زیارت سه شب تو یک سال خدای تبارک و تعالی هزار حاجت از حوائج دنیوی و اخروی این شخص را برآورده میکنه. باز قابلیت ها اونچنان نخواهد بود که این روایات را انسان بتونه حذف کنه، فقط از خدا بخوایم این عنایت و این توفیق رو به ما بده که بتوانیم این روایات فضائل اهل بیت رو بله هضمش کنیم، اصلا از خدا بخوایم و توسل به حضور مبارک خود امام حسین داشته باشیم که ایشون عنایت بکنه که اون ظرف ما بزرگ بشه و گنجایش این مطالبی که مطرح میشه رو داشته باشیم و خدا این عنایت رو انشاءالله میده. بله این هم یک روایت، حالا ببینم وقت اگر هست من روایت دیگه رو اشاره کنن. چقدر وقت داریم؟ را 2 دقیقه وقت داریم، یک سوال دیگه هم داریم که اونو فکر نمی‌کنیم برسیم مطرح بکنیم. سوالتون رو یا من مطلب رو بگم؟ سوال رو خواهش می‌کنم. پس من اجازه بدید این روایت رو هم بگم در ادامه بحث این قسمت که کدام ایام و مناسبت ها ثواب بیشتری داره. وجود ناظرین حضرت صادق سلام الله علیه، این رو نوید میدم به اون کسانی که خدا بهشون توفیق زیارت امام حسین رو در روز عاشورا داده. حالا بعضیا میگن که ما نمیتونیم هیئات رو رها کنیم، مثلا اگر ما نباشیم این هیئت چطوری بگرده؟ یه روزی من و شما نبودیم و این هیئت گشته، یه روزی هم نخواهیم بود و این هیئت خواهد گشت. پس مسلما اون روزی که من و شما هستیم اگر نباشیم اینو کی بگردونه؟ اون آقایی که قبل از ولادت من و شما این هیئت رو میگردوند و اون آقایی که بعد از من و شما این هیئت رو میگرد، مسلما اگر من و شما هم نباشیم بریم به زیارت امام حسین این هیئت رو خواهد گردوند. اینو جزء اعتقاداتمونه. من زار قبر ابی عبدالله الحسین یوم عاشورا، کسی که امام حسین و قبر امام حسین رو زیارت کنه روز عاشورا، عارفا به حقه. این عارفا به حقه یه خود قید میخوره. بله یه وقتی دیگه ان شاء الله اگر وقتی بود میفرماید. کسی که شما میخوای خدا رو زیارت کنی یا نه؟ کدام آدم عاقلی میخواد معبود خودش رو زیارت نکنه؟ خیلی زیباست، خیلی روایت قشنگه. ما هیچ روایتی میشه دیگه، هیچ روایتی غیر از این روایت هیچ جای روایات اهل بیت نداریم. چه کسی به توفیقی میتواند نائل بشود که اون توفیق خدا این توفیق را بگذارد مساویس با زیارت من خدا؟ من زار قبر ابی عبدالله یوم عاشورا عارفا به حقه کان کمن زار الله تعالی فی عرشه. اینه که به عرش رفته باشه و خدا رو زیارت کرده باشه. پیغمبرا چنین توفیقی رو پیدا نکردن، ولی زائر امام حسین چنین توفیقی رو پیدا میکنه. کسی که روز عاشورا خودش رو برسونه به کربلا. این هم یکی از اون روایاتی بود که خب با این مقدمات صحبت ها تونستیم ما این رو خلاصه بیانش بکنیم. بله یکی دو تا روایت دیگه هم هست. حالا تا وقت این قطعا از آقا اثرات وضعی خیلی زیادی تو زندگی اون شخص، حالات معنوی و عرفانیش و حالا قطعا تو نسل آیندهش باید داشته باشه. حتما جز مسلماتی که در روایات هست، به وقتش انشاءالله برسیم. همون که اگه ما توفیق الان داشته باشیم که دعا میکنیم این روز افزون بشه، این توفیق شاید برکت زیاراتیه که اجداد ما رفتن و درک کردن اون زیارات رو. خب خیلی متشکرم از اینه که روایات رو مثل همیشه زیبا بیان کردیم. با اون بیان شیواتون تشکر میکنیم. ازتون میخوایم مثل همیشه دعای آخر برنامه رو برمیم. اعوذ بالله من شر شیطان الرجیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. خیلی متشکرم. زحمت تشکر میکنم جناب، ممنونم. التماس دعای زیاد دارم. تمام بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه از برنامه رو همراهی کردین. ان شاء الله که از زائرین امام حسین علیه السلام باشین، مکررن
به اون عتبه منوره نائل بشین و دعاگوی بر بشای شبکه امام حسین علیه السلام و همه مؤمنین و شیعیان باشین. اللهم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتهم فی الاخره. دست امام زمان به همراهتون باشین.